تقریبا دو میلیارد نفر از جمعیت جهان مسلمانان هستند با وجود این نیمی از آنها یعنی زنان مسلمان تا به حال به طور سنتی نقش کمرنگ یا ناچیزی در ساختار نهادهای دینی خودشان داشتند این چیزی است که دارد تغییر می کند هرچند به آرامی شیرین خان کان با تأسیس مسجد مریم در کوپنهاگ تبدیل به اولین امام جماعت زن در اسکاندانوی شده است تمرکزش روی حقوق زنان در شیوه مسلمانی قرن 21 باعث ایجاد بحث ها و گفتگوهای مناقشه برانگیزی فراتر از مرزهای دانمار شده است آیا اسلام آماده قدرت بند کردن زنان است استیون ساکر از برنامه هارتاک بخش جهانی بی بی سی با شیرین خان کان گفتگو کرده است شیرین خانکان خوش اومدی به هارت تارت. ممنونم استیون شما very... یکی از معدود امام های زن اروپا هستین اما در عین حال نویسنده و فعال اجتماعی هم هستین از نگاه خودتون مهمترین نقشتون چیه؟ در واقع خیلی هم معدود نیستیم در سراسر جهان از جمله اروپا امام های زن زیادی وجود دارند اینکه بگیم رسیدن زنان به مقام امام جماعت موضوع کاملا تازه دقیق نیست خب چند تا؟ از سال 1820 توی چین امام جماعت زن وجود داشته همینطور در آمریکا و کانادا در آلمان اجتماعات بزرگی با امام جماعت زن دارند. حلیمه کارلسن در هامبورگ، ربیع مولر در کلن، در برلین هم مسجدی با امام جماعت زن دارند. در مونستر هم اجتماعاتی دارند و همینطور مرکزی برای دین اسلامی تأسیس کردند که قراره در آینده نسل جدیدی از امامان زن رو تربیت کنه. همینطور در سوئیس، در سومالی هم به همین ترتیب. خب درسته که دی هستند. ولی باز هم به نسبت جمعیت زیاد مسلمان ها امام جماعت زن پدیده غریبیه برام جالبه که بدونم برای شما اجرای شعار مذهبی که اهمیت بیشتری داره یا فعالیت های اجتماعی در کنارش هر دو در واقع عبادت خدا تنها ده درصد از کارهایی که ما در مسجد مریم انجام میدیم <تص> یعنی نماز جمعه هایی که برگزار میکنیم ولی 90 درصد کارمون حول فعالیت های حقوق بشریه اخیرا با همراهی گروهی از فعالان دانمارکی تونستم نه نظریه رو برای اصلاحات اسلامی بر اساس اصول عدالت در اسلام معرفی کنم و طبیعتا یکی از این نه نظریه حق زنان برای خدمت به عنوان امام جماعته در حال حاضر چنین چیزی هنوز هم برای خیلی از مسلمون ها چیز غریب و ناشناخته ایه. تا دو سال پیش که ما مسجدمون رو افتتاح کردیم اکثریت مسلمان های دانمارک حتی نمیدونستن که داشتن امام جماعت زن امکان پذیره. چرا برای اینکه برای دهه ها مؤسسات دینی رو بر اساس ساختارهای مرد سالارانه شکل داده بودن و جا انداخته بودن so you see it as your job. بنابراین شما در مسجد مریم به دنبال ارائه یک نسخه فمینیستی از اسلام هستی درسته؟ به نظر من همه باید فمینیست باشن. فمینیسم به معنای دادن فرصتهای برابر به زنان و مردانه. چیزی که از نظر من پایه و اساس همه چیزه. در مسجد مریم ما داریم این ساختارهای مرد سالارانه رو نرو به چالش میکشیم همچنین میخوایم به زنان این امکان رو بدیم که به امامت جماعت برسند و این قرائت متفاوت از اسلام رو در اروپا گسترش بدن آیا میپذیرین که آموزه های دین شما یعنی اسلام به هیچ وجه زن و مرد رو برابر نمیدونه و به نوعی نگاه زن توش غالبه بله متاسفانه اسلام به شکلی تبعیض آمیز تفسیر و تعویل میشه و خب این موضوع همه زنان رو در سراسر سر دنیا تحت تاثیر قرار میده به همین دلیله که ما میخوایم خانشی جدید از قرآن با تمرکز بر برابری جنسیتی ارائه کنیم هر وقت که بخوایم مسجدی با امام جماعت زن افتتاح کنیم با مخالفت زیادی روبرو میشیم خیلی ناراحت میشن چون میبینن که داریم ساختارها و بعد توازن قوا رو تغییر میدیم بنابراین یکی از متداول ترین سوالاتی که باش روبرو میشیم بحث مشروعیت درست مثل همه زنان دیگه ای که از منظر دستیابی به حقوق برابر به دنبال تغییر توازن قوا هستند از همون میپرسن این مشروعیت رو از کجا آوردیم مشروعیت ما از دانش ما و همینطور نیازهای جامعه امون نشعت میگیره و همینطور از خداشناسی اسلامی بذار کمی این موضوع رو بازش کنیم و همینطور بد نیست نگاهی هم به پیشینه خودتون داشته باشیم چون خیلی از بیننده های این برنامه گذشته شما رو که خیلی هم جالب هست نمیدونن شما حاصل ازدواج دو نفر از نژادهای متفاوتی پدرتون یک سوری مسلمان بود که به عنوان تبعیدی به اسکاندیناوی رفت و مادرتون یک فلاندی مسیحیه بنابراین نکته جالب توجه در مورد شما که از دل خانوادهای با دو دین در اومدین و در اسکاندیناوی بزرگ شدین انتخابتونه اینکه انتخاب کردین که مسلمون باشید دلم میخواد بدونم که چی باعث شد که در نوجوانی کاملا آگاهانه و آزادانه دین اسلام رو انتخاب کنی در واقع، اواخر نوجوانین بود که تصمیمم رو گرفتم. وقتی 19 سالم بود، توی دانشگاه در رشته اسلام درس خوندم. به سوریه رفتم و پایانمم رو در مورد تصوف و فعالیتهای اسلامی ارائه کردم. سال 1999 پیش از به قدرت رسیدن بشار اسد توی مسجد جامع دمشق که متعلق به شیخ احمد کفتارو مفتی اعظم وقت سوریه بود ایستاده بودم و در مورد امکان اینکه یک زن مفتی یا امام بشه فکر می کردم و اینکه اگه بتونیم قرائت های تازه از اسلام رو فراگیر کنیم آیا خواهیم تونست که این ساختارهای مرد سالارانه رو تغییر بدیم یا به چالش بکشیم به مشروعیت اشاره کردید نمیدونم آیا به زبان عربی مسلط هستین یا نه در سنین بیست و چند سالگیتون تونستین به خواندن و درک قرآن تسلط پیدا کنید آیا مثل بیشتر علمای اسلامی به مدارس دینی رفتین؟ آیا برای سالها خودتون رو در مطالعه قرآن غرق کردین؟ چون خب الان میلیونها مسلمان از سراسر دنیا دارن این برنامه رو میبینن و از خودشون میپرسن این زن اصلا در مورد دین من و اصولش درباره قرآن و حدیث و سایر متون چی میدونه؟ بله من جامعه شناسی دین خوندم تخصصم در اسلام در تصوف و فعالیت های اسلامی در خاور میانه زبان عربی رو هم در دانشگاه کوپنهاگ خوندم و در مصر و بعدا هم در سوریه ادامه دادم ولی زبان عربی زبان خیلی سختیه و هنوز هم دارم یاد میگیرم خب به مصر اشاره کردی دوست دارم بدونم به نظر شما علمای ارشد دانشگاه الاز چه نگاهی به ادعای شما در زمینه با صریف های اسلامی و زدودن بخشهای مرد سالارانه و زن ستیزانه از اسلام دارند. مثل هر دانشگاه دیگه ای در الازهر هم ترکیبی از دیدگاه های مختلف در خصوص رسیدن زنان به امامت جماعت وجود داره. گروهی از اساتید و علما هستند که امامت زنان رو قانونی میدونن و مشکلی باهاش ندارند. چون در واقع در سه شاخه از چهار شاخه یا مکتب اصلی اسلام یعنی سنی زنان مجاز هستند که برای زنان نمازگذار نقش امام جماعت رو داشته باشند. پس در واقع این موضوع چندان هم مناقشه برانگیز نیست. ممکنه خیلی به این موضوع علاقه نداشته باشن ولی باید بپذیرنش چاره جز پذیرفتنش ندارن چون در واقع این موضوع بخشی از سنت اسلام بوده در اولین مسجد خانگی صدر اسلام که در واقع خانه خود حضرت محمد در مدینه بود زنان بودند که امامت جماعت برای نماز گذارهای زن رو بر عهده داشتند آیشه و ام سلمه بعد از وفات پیامبر در مسجد پیش نماز زن بودند در حدیث هم موارد زیادی هست از جمله در یک حدیث متواتر اومده که پیامبر در خانه زن معروفی به نام ام عرکه مهمان بود شهرت این زن به خاطر شیوه تلاوت قرآن و دانشش در زمینه اسلام بود پیامبر ازش میخواد که امامت نماز اعضای خانوادهش رو به عهده بگیره بنابراین دست کم سه مورد قطعی از امامت زنان در سطر اسلام وجود داره پس این موضوع ایده جدیدی نیست و در واقع به سنت اسلامی برمیگرده به همین دلیل علمای الازهر هم باید بپذیرند که امامت زنان بخشی از سنت اسلامیه داریم میگیم باید این رو بپذیرند به نظرم میرسه تفسیر و قرائتی که شما از اسلام به عنوان روش و منش درست دینتون دارین به شدت با برداشت پذیرفته شده گروه بسیار بزرگی از مسلمانان در سراسر دنیا و اونچه که ی صحیح اسلامی میدونن فرق داره به عنوان مثال برداشت تفسیر قانون شریعت رو در نظر بگیریم مثلا در بحث طلاق یا مالکیت یا خیلی موارد دیگه که در واقع به نظر میاد با زنان به عنوان شهروند درجه دو برخورد میشه خب این همون چیزیه که ما به دنبال تغییرش هستیم. میخوایم شیوهی رو که در حال حاضر شریعت داره تفسیر و اجرا میشه تغییر بدیم. الان زنان مسلمان حتی از حقوق اولیه در زمینه طلاق اسلامی هم محرومن. این یکی از موارد نهگانه که به دنبال اصلاح و اجراشون هستیم. ببخشید که حرفتون رو قطع میکنم شما در مسجد مریم طلاق رو به شیوه متفاوتی اجرا میکنید؟ بله ما به زنان حق طلاق میدیم در اقنامه اسلامی به روشنی قید میشه که زنان مسلمان حق طلاق دارند چند همسری ممنوع و در صورت بروز خشونت فیزیکی یا روانی از طرف مرد ازدواج باطل میشه بنابراین ما حقوق زنان رو وارد قانون طلاق کردیم ولی, ولی آیا مردان مسلمان کوپنهاگ این شرایط رو میپذیرند؟ متاسفانه در دانمارک تنها دو جامعه اسلامی وجود داره که ما یکیشون هستیم که حقوق زنان رو وارد اقنامه اسلامی کردیم به دنبال اینیم که این شیوه تبدیل به شیوه استاندارد و فراگیر بشه که حتی وقتی امامان مرد هم خطبه عقل رو جاری میکنن این موارد رو در اقنامه جامعه بگنجونن این موضوع خیلی حیاتیه چون در حال حاضر زنان زیادی در سراسر سر دنیا در ازدواج‌های خشونت گیر افتادن و به دلیل مخالفت شوهر حتی از طلاق اسلامی هم محرومند بنابراین باید این حق رو جا بندازیم خب شما دائم تکرار میکنین که باید این کار رو بکنیم لازمه که اون کار رو بکنیم درک میکنم من متوجه علاقه و پیگیریتون هستم اما واقعیت اینه که این اتفاقا نمیفته مگه اینکه بتونین اکثریت جامعه اسلامی رو در کنار خودتون داشته باشین قبل از اینکه بریم سراغ کشورهای دیگه بذارین اول وضعیت خود دانمارک رو ببینیم فکر میکنم حدود 300 هزار مسلمان توی دانمارک زندگی میکنن یعنی چیزی حدود 5 درصد جمعیت کشور شما در مسجد مریم با وجود شهرت زیادی که پیدا کردین هنوز نتونستین اعضای زیادی رو جذب کنید فکر کنم حدود 150 تا عضو دارید بله ولی خب این فقط دانمارکه خب نکته مورد نظر من همینه شما نتونستین حتی اکثریت مسلمانان دانمارک رو جذب کنید <تص> because the effect of our work is در واقع این خیلی دقیق و درست نیست چون تاثیر کارهای ما خیلی فراتر از این 150 عضو رفته ما حقوق زنان رو وارد قانون طلاق کردیم داریم ازدواج بین مسلمانان و غیر مسلمانان رو انجام میدیم در ادامه بیشتر در موردش میگم برای زنان این امکان رو فراهم کردیم که امامت نماز و خطبه خانی رو بر عهده بگیرن و پیام اسلام رو در اروپا منتشر کنند. بنابراین واقعا داریم تغییراتی ایجاد میکنیم موافقم که گاهی برای تغییر یک اصل یا ساختار به پشتوانه ی عظیم انسانی نیاز داریم ولی گاهی هم یک گروه کوچک میتونن تغییر رو ایجاد کنند مهمونی داشتیم از اندونزی امام جماعتی بود که دیویست هزار مسلمان معتقد ازش پیروی میکنند و هر جمعه بهش اقتدا میکنند به مسجد مریم اومد و تاییدش کرد و گفت که امام جماعت زن نه تنها یک برکته که نیاز جامعه هم هست پس نه تنها در دانمارک بلکه خارج از دانمارک هم حمایت زیادی داریم اما برای عضویت افراد باید ثبت نام کنند حق عضویت بدن و وقت بذارن بنابراین نمیشه فقط بر اساس تعداد اعضا نتیجه گیری کرد میفهمم که دارین میگین حوزه نفوذتون در واقع به مراتب فراتر از کپنهاگ و اعضای مسجدتونه <acht dropdown> همینطور متوجه هستم که مثلا با نوشتن این کتاب تحت عنوان زنان آینده اسلامن تلاش میکنید پیامتون رو به گوش افراد خیلی بیشتری برسونید ولی خب دارین با بخش بزرگی از مسلمانان مقابله میکنیم و تازه فقط عقیده هم نیست بلکه بحث منابع هم مطرحه مثلا عربستان سعودی رو در نظر بگیریم کشوری که داره میلیاردها میلیارد دلار برای ساخت مسجد و مدرسه دینی و آموزشگاه در گوش و کنار جهان اسلام و حتی اروپا و کشورهایی در حال توسعه خرج میکنه نیازی به گفتن نیست که عقاید وهابی سعودی کاملا در نقطه مقابل عقاید شماست چطور میخوایم با رقابت کنیم Islam is a million miles from yours. So how can you compete? بحث رقابت مطرح نیست موضوع ارائه دیدگاهی متفاوت در مقابل وهابیگری سلفیگری و نگاه افراطی به اسلامه موضوع جو انداختن این دیدگاه متفاوت و جایگزینه هدف ما مشروعیت زدایی از گروه های سنتی یا محافظه کار نیست هدف ما ولی با کمال احترام این دقیقا همون کاریه که داریم میکنیم با متهم کردنشون به زن ستیزی و اعمال تبعیض سازمان یافته فرق قضیه در شیوه کاره اینکه انتقادتون رو چطور مطرح میکنیم من همیشه انتقاد هام رو در قالب ظریف و خاص مطرح میکنم و به نظرم این کار خیلی مهم و حیاتیه هدف من ایجاد و ارائه یک شیوه جایگزینه من اینجام که به نسل آینده مسلمانهای دانمارک و سایر کشورها خدمت کنم کسانی که در زمینه شناخت و عمل به آموزه های اسلام به کمک نیاز دارند ولی شما دارین از تغییرات رادیکال و اساسی حرف میزنید در اسلام و سازوکار و نهادهاش بله روک بگم نمیتونیم با نرمی و آرامش و در حالی که میگین همچنان میخوایم با سعودی ها رابطه خوبی داشته باشین کارتون رو پیش ببرید برای این کار در واقع باید یه جورایی انقلابی باشین نمیخوام با سعودی ها دوست باشم داشتم در مورد سنتگراها و محافظه کارها حرف میزدم چون اکثریت مسلمانای دانمارک سنتگرا یا محافظه کار هستند آیا با این جملات موافقین؟ اینا حرفای فوق جالب نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در جوامع اسلامی در زمان بارک اوباماست. منظورم خانم فرهپندیسه پندیسه. نمیدونم دیداری باهاش داشتین یا نه. در پایان ماموریتش و با توجه به مشاهداتش در جهان اسلام در مورد نفوذ سعودیا گفت فراگیر و مخرب و هر جایی که رفتم حضور وهابیگری به وضوح به چشم می‌خورد. ایالات متحده باید جلوی تعلیم امامهای افرادگرا رو بگیره. آیا شما باش هم نظرین؟ شما هم از تاثیر هزینه پولی سعودی در جهان اسلام به همین شدت نگرانیم؟ بله، منم همین نگرانی ها رو دارم و به همین دلیل که این شیوه جایگزین رو پایه گذاری کردم. میخوایم راه متفاوتی رو به وجود بیاریم و برداشت جدیدی از اسلام رو در اروپا و سایر نقاط ترویج کنیم. فقط هم حرف نمیزنیم. موضوع ایجاد تغییر واقعیه. اگه به تغییراتی که تا همین حالا به وجود آوردیم نگاه کنین بزنین یه مثال بزنم نیاز به ازدواج بین ادیان در حال حاضر زنان مسلمان نمیتونن با مرد غیر مسلمان ازدواج کنند مگر اینکه مرد مسلمان بشه البته مگه اینکه زن مسلمان مقیدی هم نباشه خب این مشکل و معمای بزرگه زوجهایی هستن که از نروژ سوئد دانمارک فرانسه و حتی بریتانیا میان و ما عقدشون میکنیم چون ما در مسجد مریم قرائت متفاوتی از اسلام مبتنی بر برابری جنسیتی داریم که به زنان مسلمان اجازه میده با غیر مسلمان ها ازدواج کنند دسامبر سال گذشته در تونس قانون رو عوض کردن و حالا از نظر قانونی زنان مسلمان میتونن با مرد غیر مسلمان ازدواج کنند این امکان همیشه برای مردهای مسلمان وجود داشته چون به روشنی در قرآن ذکر شده که مرد مسلمان میتونه با زن یهودی یا مسیحی یا به طور کلی غیر مسلمان ازدواج کنه اما در مورد زنان اشاره سریحی نشده اما خلافش هم ذکر نشده ما از همین نکته برای مشروعیت کارمون استفاده میکنیم ولی یه مشکل دیگه هم داریم خیلی ها تو دانمارک از جمله سیاستمدارهای دست راستی و راست افراطی و سکولارها و خلاصه کسایی که به شدت به همه قرائت‌های اسلام با شک و تردید نگاه میکنن کارهای شما را میبینن و شما را به عنوان یک خطر در نظر میگیرن چون به نظر میاد شما دارین اسلام رو برای طرز فکر دانمارکی به شکل موضوع قابل قبول تر نشون میدید در حالی که از نگاه اونا خیلی از رویکردهای اصلی شما به همون شدتی با ارزشهای دانمارکی در تضاد هستند که رویکردهای اسلامگراهای تون رو کسایی حرفا رو میزنن اقلیت خیلی کوچیکی هستن خب بزنین چند تا نکته مشخص رو که در مورد شما میگم بررسی کنیم در ابتدای تاسیس مسجد مریم گفتین که میخواین نماز جمعه مختلف برگزار کنیم دقیقا اما بعد عقب نشینی کردین نه این درست نیست فکر نمی کنم الان نماز جمعه مختلف داشته باشیم درسته ولی عقب نشینی نبود وقتی که جامعه ای رو پایه گذاری می کنید مردم میان و بهتون می این قدرت دموکراسیه. اکثریت به مسجد زنان در روزهای جمعه رای دادن چون میخواستن فضای ویژه برای زنان به وجود بیاد جایی که بتونن به راحتی هر چی میخوان بگن و نظراتشون رو ابراز کنن اولش خیلی ناراحت بودم پس really مجبور شدین تا حدی عقب نشینی کنی عقب نشینی نکردم نظرشون رو پذیرفتم این همون قدرت و نقطه قوت دموکراسیه باید به خواسته اکثریت تن بدی باید نتیجه گیری کنم چون خیلی مهمه وقتی میخوای تغییری به وجود بیاری باید شناخت و درک خوبی از هنر شکوفایی داشته باشی اگه همه پل های پشت سرت رو خراب کنی نمیتونی پل ساز باشی نکته خیلی جالبی کمی بعد متوجه شدم که از اونجایی که جمعه ها ما مخصوص زنانه و سایر روزها مردان مردها از کشورهای مختلف برای نماز به مسجد ما میان چون ما تنها مسجد در مرکز کوپنهاگ هستیم نکته ای که میخواستم بهش برسم این بود که وقتی میخوای تغییر ایجاد کنی باید این کار رو آرام آرام و با تعقل انجام بدی در واقع میشه از این راه کارهای انقلابی کرد ما ازدواج های بین ادیان یا حق طلاق برای زنان رو عملی کردیم موفق شدیم این کارها رو بکنیم چون در واقع ما از منظر دینی از هیچ خط قرمزی رد نشدیم و هیچکس نمیتونه ازمون انتقاد داریم کنه داریم به نکات فوق العاده جالبی اشاره میکنین که ناچارم بیام توی بحث باشه فلسفتون خیلی جالبه حرکت آرام پل های پشت سر رو خراب نکن و میگین از این طریق میتونیم به تغییر دست پیدا کنیم. خب نظرتون درباره ازدواج همجنسگرا ها چیه میتونم تصور کنم که به عنوان یک دانمارکی که به رواداری و جامعه باز معتقده از ازدواج همجنسگراها حمایت میکنین ولی در این حال در مسجدتون اونها را عقد نمیکنین چرا من شخصا طرفدار ازدواج همجنسگراها هستم ولی در این حال عضو یک مسجدم ما نمیتونیم همه کارها رو یک شب انجام بدیم اگه در همین مرحله فعلی همجنسگراها رو هم عقد کردیم پس تکلیف اصولتون چی میشه گاهی بحث اصول مطرح نیست بلکه مسئله درک این موضوع که شما بخشی از یک جنبش بزرگتر هستید درک این که کاری که داریم برای احقاق حقوق زنان میکنیم اهمیت بیشتری داره نمیتونیم همه کارها رو یه دفعه انجام بدیم چون باعث میشه که در یک چشم هم زدن این مشروعیتمون رو از دست بدیم توازن خیلی جالب و مشکلیه خوشبختانه مساجد دیگه در دنیا هستن که عقد همجنسگراه ها رو جاری میکنن و من از این بابت خیلی خوشحالم خیلی خوب اون چی که ازتون میشنوم حاکی از نوعی توازن دقیق و خیلی ظریف. quote unquote, your political opponents on the right. بزن یه مثال دیگر رو بررسی کنیم گروهی از دامارکیا که به اصطلاح رقبای سیاسی راستی شما محسوب میشن به موزه شما بعد از بحران کاریکاتوری که روزنامه یولنز پوستن چند سال پیش از پیامبر اسلام منتشر کرد اشاره میکنند چون اون کارتون در دامارک به آزمونی تبدیل شد برای مشخص کردن اینکه آیا طرفدار آزادی بیان و رواداری هستین یا مثل خیلی از مسلمانان دیگه دامارک شما هم گفتین که میزان توهین بودن این کاریکاتور از هر چیز دیگری فراتره از نظر خیلی نه من این حرف نزدم نه 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 میدونم اون حرف شما نبود شما گفتین که معتقدین آزادی بیان باید با ظرافت بیشتری به کار گرفته بشه گفتین اون گفتمانی که کاریکاتوریست مدعی به وجود آوردنشه چه شد؟ از نظر خیلی از دامارکیا شما داشتین از حق مسلمون ها برای جریه دار نشدن احساساتشون دفاع میکردین و نه حقوق کاریکاتوریست نه no, نه On other نه اتفاقا من داشتم یک گفتمان رو شروع می کردم. من گفتم باید درک کنیم که داریم در دنیایی زندگی می کنیم که همه چیز جهانی شده. اگه این رو بپذیریم باید از خودمون بپرسیم که به دنبال چی هستیم. آیا می خواهیم با مردم گفتگوی دو طرفه داشته باشیم؟ روزنامه یولانس پوستن ادعا می کرد به دنبال گفتگوی دو طرفه با مسلمان های دانمارکه. اگه واقعا دنبال گفتگو باشین باید این سوال کلیدی رو از خودتون بپرسین که چه چیزی براتون مهمه و چرا از نظر اکثر مسلمان های دنیا آزادی بیان یک ارزش اساسیه همزمان مقدس بودن قرآن هم برای خیلی از مسلمان های جهان ارزشی اساسیه بنابراین با گروهی از مسلمان ها روبرو میشیم که در آن واحد اصول متفاوتی رو ارزشمند میدونند. نکته که میخوام بهش برسم اینه که باید درک کنیم که در بین ما افرادی زندگی میکنند که همزمان برای موضوعات متفاوتی ارزش قائل هستند موضوع برتری تقدس قرآن به آزادی بیان نیست موضوع درک اینه که اگه میخواین وارد گفتگو بشین باید بفهمین که گروهی از مردم به طور همزمان به اصول متفاوتی پایبند هستند بسیار خوب. از مجموعه اینا حس میکنم که شما سعی میکنین مسیر دقیق و مشخصی رو برای انجام کاراتون پیدا کنین آره ولی سب کنی. شما این کتاب رو نوشتین که چطور میشه نگاه و برداشت فمینیستی از اسلام داشت بله بله اینو میفهمم ولی در اواخر کتاب صادقانه میگین این موضوع کار ساده ای نیست و باید براش هزینه داد و اگه واقعا بخوایم برای اصول و ارزشهامون بجنگیم باید بهاش رو بدیم بله و خود شما شخصا خیلی بها دادین که در آخر کتاب روشن میشه زندگی زناشوییتون رو سر این راه گذاشتین ازدواجتون با مردی که به عنوان مردی خوب توصیفش میکنین که ریشه پاکستانی دانمارکی داشت و برداشتش از دین با نگاه شما متفاوت بود و معتقد بود تلاش شما برای چیزی که بهش اعتقاد داریم برای خانوادهتون خطرناکه و خب ظاهرا در نهایت هم همینطور بود و ازدواجتون رو نابود کرد ارزشش رو داشت بله، ارزشش رو داشت چون به نظر آدمای زیادی هستن که دنبال انقلابن، از انقلاب حمایت میکنن، تغییر میخوان، ولی نمیخوان دخترشون یا زنشون رهبر انقلاب باشه. و خب بالاخره یکی باید رهبر انقلاب باشه. بنابراین این موضوع برای من انتخابی نبود. من انتخاب نکردم. من خودم رو در جایگاه رهبری انقلاب قرار داده بودم و پاپس کشیدن از این کار اونم وقتی تازه شروعش کردی غیر ممکنه. But that... ولی خب این هزینه تنها به شما تحمیل نشد همسرتون بچه هاتون باقی خانوادهتون این قاعدتا باید فشار زیادی روتون بیاره معلومه که فشار میاره قطعا همینطوره و از تصمیم که گرفتین از مبارزه که شروع کردین راضی هستین are... راضیم بچه هم به کاری که میکنم افتخار میکنن و خانواده ای دارم که حمایتم میکنه راضیم چیرین خانکان، خیلی جالب بود. ممنونم که به هارتاک اومدین. متشکرم.